در سال 64 یعنی سال ازدواج مسعود رجوی و مریم قجر ازودانلو، رجوی به ایجاد یک انقلاب ایدئولوژیک پرداخت، پدیده‌ای که با گذشت زمان گروهک را به سمت ساختاری فرقه‌ای متمایل ساخت. کنترل مستبدانه، مصادره دارایی‌ها، نظارت جنسی به ویژه طلاق اجباری و تجرد، تنهایی عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب، بدرفتاری جسمی، ممنوعیت از خروج از اردوگاه از دیگر رفتارهای گروهک می باشد. در واقع انقلاب ایدئولوژی که در راهی شده توسط مسعود رجوی بر 4 پایه استوار بود. پایه اول طلاق. مردهای متأهل باید زنان خود را طلاق می دادند و مردهای مجرد نیز فکر خود را از ازدواج آزاد کرده و در اختیار سرکرده گروهک قرار می دادند. پایه دوم پذیرش سرکردگی عقیدتی مسعود رجوی، بدین معنا که مسعود رجوی اعتقاد داشت که خون اعضا برای سرکرده تشکیلات و نفسشان برای مریم رجوی است، که این عقاید به خوبی گویای مؤلفه‌های فرقه‌ای گروهک تروریستی منافقین می باشد. پایه سوم محرومیت همگانی، یعنی هیچ مردی نباید به زنی فکر کند و هیچ زنی نیز نباید به فکر مردی باشد، با این توضیح که اعضا هر زنی را چه در تلویزیون و چه مستقیم ببینند او در حریم و اختیار سرکرده گروهک است و اگر راجع به او فکری شود به مثابه تعرض به حریم رجوی و خیانت به او تلقی می شود. پایه چهارم هژمونی زنان، این زنان هستند که بر مردها غالبند، یعنی ریاست مریم رجوی و اینکه کل اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت هم از لایک، مسلمان و غیر مسلمان میبایست تحت هژمونی زنان درآیند. من از دیرباز، از اون زمانی که روزهای اولی که مسعود رو شناختم در فاز سیاسی شاید میلیشیایی بیش نبودم، همیشه از آرزوهام بود که بشه یک روزی از جلوی مسعود رژه برم. امروز مجاهدین به سادگی میگویند که پاسخ به مسئله بود و نبودشون مریم. هر مجاهدی میفهمه که به این وسیله چی میگه، چون جریان انقلاب درونی رو طی کرده. قبلا بحث کردیم که خب این مریم چیه؟ به زبان فنی ضد فردیت و ضد جنسیت.